سورة الإخلاص قل هو الله أحد. سورية إخلاص قل هو الله أحد. لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم سورة الإخلاص؟ چرا این سوره به سوره اخلاص نامگذاری شده؟ لأنها أخلصت في وصف الله، ليس في هذه السورة إلا الوصف لله سبحانه وتعالى. زیرا این سوره به طور خالصانه به بیان صفات و ویژگی های الله متعال میپردازه و خالص شده برای بیان صفات الله متعال. نعم، لأن القرآن اما خبر عن الله، برای اینکه قرآن یا عبارت است از توصیف الله متعال و معرفی الله متعال. وهذا اشرف ما في القرآن ولا تخلو منه آية، في كل آية تجد هذا. که این بزرگترین و ارزشمندترین صفت و ویژگی قرآن هست و هیچ آیه از این صفت و ویژگی یعنی بیان صفات الهی خالی نیست. الثانی احکام یعنی اوامر او نواهی. و بخش دوم از محتوای قرآن احکام هست، اوامر و نواهی الله تعالی. الثالث قصص. و بخش سوم از محتوای قرآن قصص و داستان هاست. ولهذا كانت هذه السوره تعدل ثلث القرآن. از این رو سوره اخلاص قل هو الله احد برابری میکنه با یک سوم قرآن که عبارت است از بیان صفات الله. نعم. وسميت ايضا بهذا الاسم لانها تخلص قارئها من الشرك. و سوره اخلاص از این جهت سوره اخلاص نامیده شده که خواننده خودش رو از شرک میرهاند و خلاص میگرداند. اذا وسوس لك الشیطان، اگر شیطان در دل تو وسوسه آورد که، من العلاج تقرا سوره الاخلاص. اگر شیطان در دل تو وسوسه آورد، یکی از راه‌های علاج اینه که سوره اخلاص رو بخونی. متى تقرا سوره اخلاص؟ چه زمانی خونده میشه؟ فی سنت الفجر، در سنت فجر، در نماز سنت صبح، سنت المغرب، در نماز سنت مغرب، فی الوتر، همچنین در نماز وتر، فی سنت الطواف، و همچنین در سنت طواف، هنگام طواف کردن و سنتی که برای طواف هست به جای میاد. نعم، عند النوم، همچنین هنگام خوابیدن سنت هست که قبل از خوابیدن انسان سوره اخلاص رو بخونه. نعم، الله سبحانه وتعالى احد اي واحد في ربوبيته في الوهيته في اسماء وصفات. قل هو الله احد، الله یکتاست، یعنی در الوهیت خودش، در ربوبیت خودش و در اسما و صفاتش. نعم، الله الصمد اي ان الخلائق تصمد إلى الله سبحانه وتعالى في حوائجها، لا يمكن أن تطلب من غير الله شيئا. الله الصمد يعني إنك مردم برای رفع نیازهای خودشون به اون یگانه سرور بی‌نیاز روی میارن و نه اینکه به غیر الله روی ببرن. ليس له والد ولا ولد. الله تعالی پدر و فرزندی نداره. وليس له مثيل. و همتا و همانندی نداره. لکمال سبحانه و تعالی، و این از کمال الله متعال هست، کمال مطلق او. و لکمال احدیت سبحانه و تعالی، انه واحد فی ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات، و همچنین از کمال یکتایی و یگانگی اوست که در الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات هیچ همتایی نداره. نعم، ولا يمكن ان يوصف الله سبحانه وتعالى بالنقائص والله اعلم، و امکان نداره که الله متعال به نواقص توصیف بشه و او از هر عیب و نقصی پاک و منزه است.